آنچه که میگم البته چیزی که به عقل من میرسه، شاید اگه از خود علامه طباطبایی میپرسید چیز دیگری میگفتن، ولی اگه از کسی از من بپرسه که علامه طباطبایی چه کردم که به اینجا رسیدم، البته تو این سنی که من هستم و بله و اینجا که رسیدم، من اصلا از لحاظ علمی کار ندارم اصلا وقت علامه طباطبایی از لحاظ علمی در میانه هم حسران خودشون یکی از استثنائی ها بودن، اما من خیلی برای مقام علمیشون خیلی ارجی قائل نیستم در برابر عظمت روحی و معنویشون. علامه طباطبایی بسیار 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 خطاهای علمی به نظر من دارن، مثل هر انسان دیگه. اون چیزی که برای من غبطه انگیزه حالات روحی و معنوی ایشونه. بنابراین من میگم مثل علامه طباطبایی شدن، منظورم از لحاظ علمی نیست. از لحاظ علمی شاید در این سن که شما هستید حتی مثل علامه طباطبایی شدن امکان ناپذیر هم باشه، از لحاظ علمی. اما از لحاظ روحی و معنوی به نظر من آدم یک شبه هم گاهی میتونه راه 100 ساله رو بره. و الهی ان الراحل الیک قریب المسافه، و آدم اگر قصد بکنه که سوی خدا بره شاید یک شبه هم بتونه راه 100 ساله رو بره. اما اگر کسی از من پرسی که علامه طباطبایی چه کردن که به اینجا رسیدند، من میگم یکی این که به ضروریات زندگی اکتفا کردند، یکیش این. علامه طباطبایی اگر اهل زندگی مرفه یا زندگی متجملانه یا زندگی اشرافی میخواستن بشن، محال بود، ممتنع بود که به این مقام برسه. اما وقتی که به ضروریات زندگی اکتفا کردند، دو اثر برش عائد شده. یکی این که دیگه تن به هر کاری ندادند، و یکی این که فراغبال فراوان پیدا کردند برای رشد معنوی. من اگر مثال میزنم با ماهی 1,000,000 تومان بتونم زندگی رو اداره کنم، در میان همه کارهای ممکن اخلاقی ترین و معنوی ترین چه انتخاب میکنم؟ چون 1,000,000 که بیشتر نمیخوام، اما اگه بخوام ماهی 50,000,000 خرج کنم، دیگه میتونم تو شغلها و حرفها دست به انتخاب بزنم؟ دیگه هر شغل و حرفه پیشنهاد کردن همین که بتونه 50,000,000 من بده قبول. ساده زیستی به معنای اکتفاء به ضروریات زندگی، این به نظر من اولیه. بنابراین وقت من شغل انتخاب میکنم که مطلقا در اون شغل سر سوزنی از موازین اخلاقی مجبور نباشم کوتاه بیام. علاوه بر این وقتی به ضروریات اکتفاء میکنم، با ساعت 7 سال شبانه روزی 2 ساعت و نیم میتونم خرج ضروریات زندگی رو در بیارم، بقیهش دیگه فراغباله برای من. این یک. دوم چیز به نظرم میاد که به ارزش یافتگی های دیگران بها ندادن. درک میکنی؟ این زندگی توی زندگیشون اینطوری بودن؟ بله، به ارزش یافتگی های دیگران بها ندادن. وظیفه اخلاقی خودشون هر جایی در هر مکانی زمانی و از حالی انجام میدادن، ولی اینکه مردم دربارشون چه داوری میکنن، هر داوری میخوان بکنن مثبت باشه سودی نداشت، براشون منفی هم بود ضرر نداشت زیانی نداشت. این که من بتونم بگم من وظیفم رو نسبت به هر کسی انجام میدم، اما اون کس پشت سر من زشت میگه، زیبان میگه، مثبت میگه، منفی میگه، تمجید ازم میکنه،
عرض کنم که تحقیرم میکنه، اهانت به میکنه، استهزا هم میکنه، هرچی میخواد میکنه، مشکل اوست، مشکل من نیست. به ارزش داوری های دیگران بها ندادن. این هم به نظرم نکته سه بود. نکته چهارم این که فقط خود را با خودهای سابق خود مقایسه کردن و با خودهای سابق خود مسابقه دادن، یعنی به طور کلی مسابقه و مقایسه با دیگران رو تعطیل کردن، چه در مقام نظر مقایسه را تعطیل بکنیم و چه در مقام عمل مسابقه را تعطیل بکنیم. مقایسه نظری و مسابقه عملی، این دوتا رو باید تعطیل کنیم با دیگر. با هیچ انسانی آدم نباید مسابقه بده، با هیچ انسانی هم نباید خودش رو مقایسه بکنیم. اگر میخواید با کسی خودتون رو مقایسه کنید یا با کسی مسابقه بدید، اون کس باید خودهای سابقتون باشه که من نسبت به 5 سال پیش عقب رفتم یا جلو زدم، نسبت به 20 سال پیش هم عقب زدم یا جلو رفتم، نسبت به دیشب هم معدن عقب رفتم یا جلو زدم. راجب میکنیم هر انسانی فقط و فقط باید ببینیم نسبت به خودهای سابقش، خود دیروزش، خود هفته پیشش، خود ماه پیشش، خود فصل پیشش، خود سال پیشش، خود 10 سال پیشش، خود ایام نوجوانی، که من از نوجوانی صادق‌ترم یا کاذب‌ترم، از نوجوانی متواضع‌ترم یا متکبرترم، از نوجوانی با وفاترم یا بی وفاترم و قصال و حاضر بغیر. فقط با خودم باید مسابقه بدم و با خودم باید مقایسه کنم خودم رو، ولی با هیچ کسی من نباید خودم رو نمقایسه بکنم و نمسابقه بدم. من مردم معمولا، اکثر ما مردم میان خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم نظرن و مسابقه میدیم عملا. نظرنش این چی؟ یعنی دائم دارم چرتکه میندازم تو ذهنم که من از پسر خالم عقب افتادم یا جلو افتادم. راجع میکنیم تو ذهنم مسابقه هم در مقام عمله که بخرم یه ماشینی که رو دست اون ماشینه پسر خالم رو کنم، این باعث حسودی میشه، همه چیز روان رو میزنم. اون وقت میدان مسابقه هم که این هفته مطلوب اجتماعی، تو چیا خودم مقایسه میکنم با دیگران یا مسابقه میدم با دیگران؟ یکی در ثروت، یکی در شهرت، یکی در قدرت، یکی در احترام، یکی در آبرو، یکی در محبوبیت و یکی هم در علم مدرسی، علم کتابی. این علم ها ترجمه کنیم. اما آدمی که مثل علامه طباطبایی اولا با هیچ کسی غیر از خودش خودش مقایسه نمی کنه و با کسی غیر از خودش مسابقه نمیده، بعدا میدان مسابقهش اینا نیست، میدان مقایسه هم که تازه خودش رو با خودش مقایسه میکنه با خودهای سابقش اینا نیست که من آیا ثروتم نسبت به 5 سال پیش بیشتر شده یا کمتر، نیست. توجه میکنی؟ یعنی نه فقط با خودش مسابقه ده، نه با دیگران. اون وقت هم که تازه با خودش مسابقه میده و مقایسه میکنه خودش رو، باز نه در این 7 حوزه. آیا که شهرت هم نسبت به قبل بیشتر شده یا کمتر شده، محبوبیت هم بیشتر شده یا کمتر، اینا مهم نیست. مهم اینه که من سلامت روانی و فضایل اخلاقی نسبت به 1 سال پیش یا 10 سال پیش یا دوره جوانی بیشتر شد یا کمتر شد. یعنی اون میدان مسابقهش فقط فضایل اخلاقی و سلامت روانی. سلامت روانی چی؟ یعنی یه وقت هم فضیلت اخلاقی نیست، ولی مثلا شما قبلا شاد بودید، الان همیشه افسرده اید، این هم درست نیست. این هم یک. یک چیز دیگه این که کسان مثل علامه طباطبایی میدونند که برای سعادتشون کوشش های شخصیشون شرط لازم هست، اما هرگز شرط کافی نیست.
شرط لازم هست معنیش اینه که اگر کوشش نکنند به جایی نمیرسند، اما شرط کافی نیست، یعنی با صرف کوشش به جایی نمیرسند. و از این نظر همیشه توکل به عالم، به هستی، به خدا دارن. حالا اونا خودشون میگن خدا، هستی میگن خدا، توکل به خدا دارن، توکل به هستی دارن. لسنا نتکل فی النجات علی اعمالنا بل بفضل کرده ایم. ولی چیه؟ ولی این حضرت سجاد و ابو حمزه تو مکارم اخلاق. لسنا نتکل فی النجات علی اعمالنا بل بفضل کرده ایم. لسنا نتکلو فی النجات، ما اتکا نمی کنیم در سعادت، در نجات، علی اعمالنا بل به فضلک علینا. عمل شرط لازمه نجات، همون شرط کافی نیست، باید فضل خدا بهش مضاف بشه. از نظام میگن فضل خدا زائده، فضل یعنی زیادت. راجعه میکنیم یعنی چیز زائده، یعنی چی؟ یعنی زیادت بر عمل باید بشه، این بیاد اضافه بشه بر عمل. اصلیه اون میشه یا تلاشه میشه؟ اصلیه خدا فضلت. بله، اگه اون فضله عمل اولیه تو نباشه، اون فضله تو حرکت، شرط ورودش اینه که اول اون عمل تو باشه، اونم منظم بشه. خب از این نظر قره به خودشون نمیشن این افراد، اما در عین حال تنبل هم نمیشن. میگن خب شرط لازم که هست، اگه شرط لازمه یعنی اگر نباشه نمیشه، اما قرره هم نمیشن. چرا؟ چون میدونن که اگه عملم باشه به تنهایی، ولی فضل خدا نباشه ما جایی نمیرسیم. بنابراین اون آیه قرآن درسته که لیس للانسان الا ما سعا، انسان فقط سعیشو داره، اما سعی که داری اون وقت تازه رو مستعد میکنی خودتو برای که اون فضله بیاد بهش اضافه بشه، زمین بارور میشه. وقت زمین بارور میشه دیگه، قرره نمیشن به خودشون، اما تنبل هم نیستن. اون جدیتی که از دستشون برمیاد رو میکنن. اینم فکر میکنم. و آخرینش هم به نظر من اینه که اینها اصلاح خودشون رو هدف میکنند، اصلاح جامعه رو نتیجه اصلاح خودشون میکنند، نه هدف کار خودشون. یعنی کسی مثل علامه طباطبایی بهت بگید تو هدف چیه؟ میگه اصلاح خودم. بگیم جامعه، میگه من اگه اصلاح بشم نتیجه اصلاح شده من میگه جامعه هم به اندازه که زیر تأثیر منه اصلاح میشه. اما اول قو انفسکم و اهلیکم نارا، توجه میکنیم، و لا املک الا نفسی و اخی. ما اومدیم خودمون اصلاح کنیم، هدفمون اصلاح خودمون. اگه اصلاح موفق نشدیم در این هدف، هیچ. ولی اگر موفق شدیم و شدیم یه آدم صالح، جامعه اون مقدار که تحت تأثیر ما هست اونم چی میشه؟ صالح میشه. و در واقع این معنای اینه که از پیامبر نقل شده که کون دعات الناس به غیر السنت کن، پس تو اول اصلاح بکن خود، هدفت باید فقط اصلاح خودت باشه، اصلاح خود بکن. اگه موفق نشدی که هیچ، و اگه موفق شدی اون وقت با بودن تو مردم جان، نه با گفتن ها تا، نه با بودن تو. چرا؟ چون مردم میبینند خوبی مجسم، و وقتی مردم خوبی مجسم رو میبینند میلی به خوبی درشون افزایش پیدا میکنه. من مثال خیلی ساده بزنم،
اگر شد میبینن میل به خوبی درشون پدید میاد. من این مثال به شما بزنم، من به شما بگم که فرض شما به عمرتون هلو ندیده اید و نچشیده اید نبویده، من بگم میل به هلو دارید؟ نمیتونید که حرف بزنید. اما اگر یک جا هلو دیدید، بو کردید هلو رو، گاز زدید و این شیرینی و اون آب و اون لطافت و اون بو تو بینیتون پیچید و تو دهانتون، اون وقت میل به بینی هلو. مشکل جامعه ما اینه که هلو نمیبینه، بنابراین میل به هلو خوردن درش نیست، نمیبینه. یه آدمی مثل علامه طباطبایی، فکر آدم ببینه آب از لبولو چه روحش را میفته که میشه یه جوری هم بود. اینه که من فکر میکنم اینا میگفتن ما اومدیم خودمون اصلاح کن، هیچ، ما فقط مسئول که هستیم خود. خود یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی و فصیلته التی تؤویه، چون لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی سرش به کار خودش و آخرت باطل دنیاست. اینجا باید سر به کار خودت باشی، اگه اینجا سر به کار خودت نباشی اینجا واقعیت که چیزی نداری. اون وقت بعد میگفتن، گفتیم خب جامعه، میگفتن جامعه به میزانی که من صالح بشم نتیجه عملم، این مثل اونه که شما گندم میکارید برای گندم، اما البته کاهم در میاد، اما گندم میخواید بکارید. شما اصلاح بکنید خودتونو، اگه موفق شدی به میزانی که اصلاح شده اید، اونایی که زیر تأثیرتونه، حالا یک کسی مثل گاندیه 550 میلیون آدم زیر تأثیرش قرار میگیرن، یک کسی مثل منه، اگه از یک کسی زیر تأثیر ما بیاد، من زنم و بچه هم مثلا، یک کسی مثل شما دانشجو یا هر کسی دیگه، اون بدا به حال اون کسانی که فکر میکنن هدفشون اصلاح جامعه است و نمیدونن که اولا ذات نایافته از هستی بخش کی توانند که شود هستی بخش؟ این اول. ثانیاً اگه تمام اصلاح جامعه خواستی بکنید، ذره‌بین همیشه رو جامعه است، بنابراین عیبای خودت رو نمیبینی. آدم باید ذره‌بینش رو خودش باشه تا عیبای خودش رو ببینی. تو فقط عیبای دیگر رو نمیبینی، عیب وزیر رو میبینی، عیب وکیل رو میبینی، عیب فلان رئیس جمهور رو میبینی، عین فلان رئیس و رئیس اداره و همسایت رو میبینی، عیب خودت رو نمیبینی. من فکر میکنم امثال علامه طباطبایی اینا رو، من فکر میکنم این کار رو میکردن که به اینجا میرسید. خب حالا این که شما فرمودین درست، از لحاظ علمی دیگه نمیشه. نه از لحاظ علمی میگفتم، من که متوجه کار من میگم علم در مقابل معنویت پشیزی نمیاد. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. علم میتونه نافع نباشه، علم اون مقدارش نافعه که به درد این فقرات بخوره، بدون بقیش. این که اولا. ثانیاً خوب بودن همیشه امکان پذیر، اما دانشمند شدن و در حد علامه طباطبایی شدن، خب یک بخواهی واقع بینانه بگیم، میدونی معنیش چیه؟ معنیش این که اگه از این لحظه هم شما هیچ کاری هم نکنی، هیچ کاری نکنی، مثل علامه طباطبایی نمیشی، چون بالاخره شما یاده نسلی نسلی که مثلا 40 سال سن داری، استاده که ایشون دیدن، اما مهم نیست. ما نیم، خدا نگفته ما شما رو تو دنیا آوردیم که متفکر بشید و بیاید پیش ما، درسته؟ یا فیلسوف بشید، یا عالم بشید، یا متکلم بشید، یا نمیدونم اصلا و ابدا، درسته؟ الا من اتى الله به قلب سلیم، و فقط میفهم یه دل پاک بیاید پیش ما، همون رو ببرد، همون رو ببرد، اون دلیل بشید. و اون اینه، نه علم اکادمیک و علم مدرسی و نمیدونم چقدر من قرآن خوندم، چند تا تفسیر قرآن رو مرور کردم، چقدر دیدگاه های متکلمان رو بلدم، فلاسفه رو میشناسم، بهشون آرائشون رو شرح کردم، رد کردم، نقد کردم، اینا هیچ سوده، اینا همه ذهن، اینا کاری به قلب نداره. و ذهن با یک حافظه همش میشه از بین بره، با یک تصادف، با یک تصادف همش از بین بره، اما اون که از بین نمیره اون قلب سلیمه که اون رو به پیش خدا میبره. حالا قرار زمین بود که اگر از علامه بپرسید
شاید چیزای دیگه میگن. من وقتی کسی مثل علامه در نظرم ظاهر میشه میبینم او اینجوری بوده که اینو شده.